افشاگری زنده یاد شهرام کاشانی. منصور معتادم کرد و همچنین صحبت های آقای محمود قربانی در مورد خودکشی مادر شهرام کاشانی و ازدواجش با خانم هایده کاشانی. دوستان عزیز، به کانال حاشیه تیوی پلاس خوش اومدید. لطفاً قبل از هر چیز روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و بکوبید روی زنگوله کناریشو. لطفاً کامنت و لایک و فراموش نکنید. در فضای مجازی ویدیوی از شهرام کاشانی رسانه‌ای شد که در خصوص الکلی شدنش اینچنین گفته بود: باعث اعتیاد پیدا کردنم به مشروب منصور خواننده پاپ بود. برای اینکه تنها نباشه از من دعوت میکرد تا با هم آبجو بخوریم و حس نشاط بعدش باعث شد مثل یک آدم معتاد به مواد مخدر معتاد مشروب و دائم الخمر بشم. همچنین افشاگری زندگیات شهرام کاشانی درباره شرکت آونگ. شهرام کاشانی با انتشار یک ویدیویی در مورد مدیر مسئول شرکت آونگ یعنی آرمین هاشمی افشاگری کرد و این چنین گفت: یه چند وقتی سر و صدای این سایت های شرط بندی کم شد و ظاهرن همشون رفتن استراحت، اما میخوام براتون از آرمین هاشمی از شرکت آونگ بگم که تقریبا کسی تو آمریکا نمونده که این پسر آرمین هاشمی سرش کلا نذاشته باشه. این پسر آرمین تلویزیونم زده و بتم به اسم خودشه، دروغ میگه به اسم کسی دیگه است، حتی طراح سایتش هم از ایرانه و با همین کلاهبرداریاش کلی سر مردم کلاه گذاشته و کلاهبرداری کرده و به دروغم میگه سایت من لایسنس اروپا داره. کدوم لایسنس؟ لایسنس از کجا؟ چرا انقدر دروغ میگی؟ و حتی گفته من بابت این سایت شرط بندی تکس میدم به دولت آمریکا. تکس میدی به دولت آمریکا؟ دولت آمریکا اگه بدونه تو سایت قمار و شرط بندی داری، نه تنها تو، چوب میکنه تو آستین همه کسایی که سایت قمار و شرط بندی دارن. همچنین شهرام کاشانی قبل از فوتش در مورد فساد شرکت آونگ گفته بود: الان دیگه مردم آگاه شدن، بس خجالت بکشید، تموم کنید، نه با اون خانم آوردناتون و دخترای بدبخت و به بهانه خواننده شدن می آوردید و هزار تا بلا سرشون می آوردید، نه الان که جوانای مردم رو گول می زنید و جیباشون رو خالی می کنید به بهانه اینکه سایت قمارتون معتبر و از اینجور کثافتکاری ها، خجالت بکشید. اما محمود قربانی راجع به ازدواجش با مادر شهرام کاشانی و همچنین نحوه آشنایی با اون این چنین گفت: من تازه از زندان بیرون اومده بودم و تقریبا دولت همه چیزم رو مصادره کرده بود و دیگه چیزی نداشتم جز یک شرکت ساختمانی که اونم چون با مهندس مجد در واقع شریک بودم به خاطر همون ازم نگرفتند و تو اون مدت هم دیگه خونه زندگیمو از دست داده بودم و تو خونه مادرم با مادرم زندگی میکردم و به شرکتم رفت و آمد میکردم تا پولی به دست بیارم و بتونم برای خودم یه خونه بگیرم. تو همون روزا زن برادرزادم ناهید با من تماس گرفت و گفت هایده کاشانی زنگ زده به من و شماره تلفن تو رو میخواد. منم به ناهید گفتم باشه، شماره تماس منو به هایده کاشانی بده، چون از قبل هایده و شوهر شهبال رو توی مراسم میدیدم و از دور با هم آشنایی داشتیم. هایده با من فردای اون روز تماس گرفت و به هم گفت محمود قربانی میخوام تو رو به جشن تولدم دعوت کنم. منم قبول کردم و خلاصه شب تولد هایده یه دسته گل گرفتم و رفتم جشن تولدش. وقتی وارد خونشون توی جردن شدم دیدم 50-60 نفر مهمون داره و خلاصه منم تک و تنها تازه از زندان اومده بودم و یکم حال خوشی هم نداشتم. یه آقای اومد کنارم نشست و خلاصه یکم با اون آقا حرف زدیم و مشروب خوردیم تا اینکه بعدش هایده کاشانی اومد بین مهمونا گفت امشب میخوام از محمود قربانی دعوت کنم بیاد با هم راک برقصه. خلاصه منم رفتم با هایده راک رقصیدم و اون شب مهمونی تموم شد و منم برگشتم خونمون. فردا صبح که تو دفترم بودم دیدم تلفن زنگ میخوره، گوشی رو جواب دادم دیدم مادر هایده کاشانیه. گفت محمود به دادم برس، دخترم هایده حالش بده و داره از دست میره، زود پاشو بیا اینجا. رفتم خونهشون دیدم هایده حالش بده و گفتن هایده خودکشی کرد و یه بسته قرص والیوم خورده. مادرش گفت
دیشب وقتی هایده با تو رقصیده یه نامزد داشت که آرشیتکت بود. وقتی دیده بود که تو باهاش رقصیدی خلاصه با هایده کات کرد و هایدم حالش بد شد و افسرده شد رفت خودکشی کرد. خب منم برای طفلی هایده دلم سوخت. گفتم نگران نباشید، من اینجام، هر مشکلی هم پیش بیاد من پاسخگو هستم. خلاصه چشمونو گذاشتیم رو هم و یه هفته بعدش من و هایده سر سفره عقد بودیم. من و هایده درگیر مراسم عقد تو خونه هایده اینا بودیم که تو این وسط نگو گوش میشنوه که من با هایده کاشانی دارم عقد میکنم و از لجش بچم کامبیز و با دو تا ساک میفرسته خونه هایده اینا و میگه برو دیگه با بابات زندگی کن. وسط سفره عقد بودم که دیدم کامبیز بچم با دو تا ساک اومد. گفتم کامبیز بابا اینجا چی کار میکنی؟ این ساکا چیه تو دستت؟ گفت مامان به هم گفت برو دیگه برای همیشه پیش بابات زندگی کن. خلاصه به کامبیز گفتم اب نداره پسرم، بیا خوش اومدی. من و هایده اون روز عقد کردیم و هایده و مادرش و شهرام سه نفر بودند، من و کامبیزم دو نفر. دیگه تصمیم گرفتیم تو خونه همون مادر هایده تو جردن زندگی کنیم. چند ماهی از زندگیمون نگذشته بود، منم همه مخارج خونه و زندگی بر عهده خودم بود و هایدم سالن آرایشگری تو خونهشون داشت. به خاطر ازدواجش با من خیلی به شهرت رسیده بود. البته کار خود هایدم خیلی خوب بود. هایده خیلی خوشگل بود اما خیلی بددهن و بد اخلاق بود. من گهگاهی که مشروب میخوردم و یکم دیر میومدم خونه، هرچی دهنش در میومد به من بد و بیرا میگفت و منو فوش میداد حسابی. شهرامم خب اون موقع یه پسر 10-12 ساله بود. تا میدید که مادرش داره به من فوش میده و منم مشروب خوردم، حرف مادرش رو گوش میکرد و زنگ میزد شهربانی. خلاصه پلیسا میومدن و منم آبرو حیثیت پیش در و همسایه برام نمیموند. دیگه دیدم این زندگی نمیشه، تصمیم گرفتم که از هایده جدا بشم. سر یک سال نشده بود من هایده از هم جدا شدیم، ولی خب دیدم بازم هایده هی میگه محمود بی با هم زندگی کنیم، محمود ببخشید و از این حرفا. دوباره اومدیم با هم زندگی کردیم ولی دیگه ازدواج مجدد نکردیم و اسممون تو شناسنامه همدیگه نرفت. حتی برای اینکه راحت‌تر توی خونه بزرگتری زندگی کنیم، من رفتم تو زعفرانیه یه خونه بزرگتر خریدم و هر 5 تایمون با هم رفتیم اونجا زندگی کردیم. درسته با هم زندگی می‌کردیم اما رسماً اسممون توی شناسنامه همدیگه نرفته بود. بچه‌ها رو می‌بردم پارک. یکی از برنامه‌هامون با هایده این بود که شهرام و کامبیز رو می‌بردیم تو پارک و با هم ورزش می‌کردیم. اون موقع ها شهرام خیلی چاق بود و نمیتونست خیلی خوب بدوه، وسط رو همیشه میموند. همه مخارج خونم بر عهده من بود و مادر هایده هم آشپزیش حرف نداشت. همیشه مادر هایده بهترین غذاها رو جلوی شهرام میذاشت. مثلا اگر باقالی پلو با ماهیچه داشتیم، ماهیچهش برای شهرام بود و آب گوشت برای کامبیز. همیشه بین کامبیز و شهرام مادر هایده تبعیض میذاشت و اینا منو ناراحت میکرد. اون موقع صدای توپ و تانک میومد و همیشه هایده از صدای توپ و تانک میترسید و خلاصه داشت جنگ میشد. تصمیم گرفتیم که از ایران فرار کنیم بریم ترکیه. دیگه تو ترکیه یه مدت با هم زندگی کردیم و تصمیم گرفتیم که کلن از هم جدا بشیم. من و کامبیز رفتیم دنبال زندگی خودمون، از اونجا اومدیم آمریکا. شهرام و مادر بزرگش و هایده هم اونا هم اومدن به یه طریق آمریکا. وقتی شهرام اومد تو آمریکا دیگه داشت بزرگ می شد و یواش یواش واسه خودش مردی شده بود. دیگه یواش یواش برای خودش بیزینسمنی شده بود. واقعا بچه با جنمی بود. شهرام از بچگی به موسیقی علاقه‌مند بود. وقتی هم که اومد آمریکا با من خیلی حرف میزد و منم همیشه نصیحتش میکردم. خلاصه ازم خواستش که حمایتش کنم تا خواننده خوبی بشه و منم همین کارو کردم. شهرام چون استعداد داشت واقعا توی عرصه موسیقی و خوانندگی موفق هم بود. توی این زمینه هم خیلی پول در آورد و علاوه بر این برای خودش رستوران بزرگی هم داشت و بیزینسمن موفقی هم بود.
ولی در نهایت اسیر یک سری افراد سودجو قرار گرفت و کل زندگیشو به باد داد. من هیچ وقت دوست نداشتم راجع به زندگی مشترکم با هایده کاشانی صحبت کنم، اونم به خاطر اینکه راجع به این قضیه شهرام به من کم بد و بیرا نگفته بود، ولی خب چون همیشه شهرام مثل پسرم میدونستم و عاشقانه دوستش داشتم، خیلی ازم خواسته بودن که راجع به شهرام صحبت کنم. منم اومدم راجع به هایده و شهرام صحبت کردم. این صحبت ها و ویدیوی آقای محمود قربانی مربوط به 13 هفته پیش هستش، یعنی دقیقا زمانی که زنده یا شهرام کاشانی هنوز زنده بود. و خب راجب شهرام کاشانی و مادرش هم یک سری صحبت هایی هم کرده. بنابراین اگر دوست دارید ویدیوی جدید ما رو با صحبت های آقای محمود قربانی ببینید، لطفاً عضو کانال حاشیه تیوی پلاس بشید و همچنین منتظر ویدیوهای جدید ما از مراسم خاکسپاری زنده یاد شهرام کاشانی عزیز بشید. برای عضویت در کانال حاشیه تیوی پلاس لطفاً اسم کانال ما یعنی حاشیه تیوی پلاس رو در یوتیوب سرچ بکنید و حتما یکی از ویدیوهای کانال ما رو ببینید و زیر یکی از ویدیوهامون برامون کامنت بذارید و لایک رو فراموش نکنید و در نهایت سابسکرایب کنید و روی اون زنگوله کنارش هم حتما فشار بدید تا با عضویت در کانال ما جز اولین نفرهایی باشید که از حاشیه‌های زندگی هنرمندان با خبر میشید.